کلاغ مغرور. روزی روزگاری یه دسته کلاغ در باغ انبه بزرگی زندگی می‌کردن. امروز هیجان زیادی داشتن، چون آقای قارقاری قصد داشت به تعطیلات بره و در حال خدافزی با دوستانش بود. این شیرنی انبه هم مخصوص توه. وای، ممنونم خانم قارقاری. این چاخه ها و سمق کاجم با خودت ببر، تو که نمیدونی کجا باید لونه بسازی. ممنونم قارقار خان، دلم برای تنگ میشه، برای همه تون تنگ میشه. و سرانجام قارقاری بعد از اینکه تمام هدایای دوستاش رو جمع کرد، پرواز کنن از اونجا رفت. آقای قارقاری از روی کوه‌ها، رودخونه‌ها و روستاها و شهرها پرواز کرد و گذشت و برای اولین بار دنیا رو تماشا کرد. یه روز صدای رعد و برق شد. به نظر می‌رسید که قراره بارون بباره، بنابراین خیلی سریع در زیر یک درخت پناه گرفت. فکر کنم امشب باید اینجا بمونم. اصلا فکر خوبی نیست که توی بارون پرواز کنم. همونطور که آقای قارقاری روی درخت نشسته بود، صدای عجیبی شنید. سری میون شاخه ها رو نگاه کرد تا ببینه صدا از کجا میاد. میخواد بارون بباره. هورا! ها، اینا دیگه چجور موجودی هم؟ اون پرواز کرد، یعنی اینا پرندن. اونا خیلی 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 قشنگ هم. از اونجایی که قارقاری یک کلاغ بود و برای اولین بار طاووس‌ها رو میدید، با دیدن زیبایی اونها متحیر شده بود. اون پرهای سیاه خودش رو با پرهای براق و بزرگ و رنگارنگ اونها مقایسه میکرد. اون دیگه دوست نداشت که یک کلاغ باشه. نگاه کن، من کاملا سیاه و زشتم. من میخوام مثل اونا بشم، قشنگ و زیبا. و این بود که آقای قارقاری شب و روز طاووس ها رو نگاه میکرد و به هیچ چیز دیگه جز طاووس شدن فکر نمیکرد. مثل طاووس ها شروع به خوردن توت کرد و مثل اونها میرخصید. ناگهان روزی فکری به ذهنش رسید. پرای قشنگ طاووس. از اون روز به بعد قارقاری شروع به جمع کردن پرهایی کرد که از طاووس ها جدا می شد و روی زمین می افتاد. و وقتی به اندازه کافی پر جمع کرد، با استفاده از حمق کاجی که قارقار خان به اون داده بود، اونها رو به دمش چسبون. آها، بالاخره منم شدم یه طاووس. قار، دیگه وقتشه برم خونه. یوهو. بنابراین قارقاری که با خودش فکر میکرد حالا یه طاووس شده، به سمت خونه پرواز کرد. خانم قارقاری قارقاری رو که دید، همه ی کلاخ ها رو خبر کرد و خیلی زود همه ی کلاخ ها در لونه ی قارقاری جمع شدن. خوش اومدی قارقاری، تعطیلات چطور بود؟ همه ما دلمون برات تنگ شده بود. تعطیلات خوب بود، ممنونم. اما من دیگه یه کلاغ زشت نیستم، من یه طاووس زیبا شدم. نگاه کنی، تو خودت هم یه کلاغی، چطور میتونی به کلاغا بگی زشت؟ من برات شیرنی انبه آوردم. ممنونم، ولی من یه طاووسم، فقط توت میخورم. کلاغ‌ها که رفتار قارقاری رو دوست نداشتن، تصمیم گرفتن اونو تنها بذارن. اما قارقاری هنوز درس نگرفته بود. روزی تصمیمی گرفت. آه آه، کلاغ‌های زشت. اصلا چرا باید کنارشون بمونم؟ جای من کنار طاووس‌های قشنگه. در نتیجه قارقاری تصمیم میگیره که با طاووس‌ها زندگی کنه. از اونجایی که حالا من یه طاووسم، فکر کردم که میتونم با شما زندگی کنم. طاووس ها با همدیگه مشورت کردن و اجازه دادن که این طاووس عجیب و غریب بینشون بمونه. اما یه روز بارون شروع به باریدن کرد و پرهای طاووسی قارقاری پایین ریختن. ای، تو که طاووس نیستی؟ البته که من یه طاووسم، من مثل شما غذا میخورم، ما شما زندگی میکنم، مثل شما هم پرهای براق رنگ و رنگ دارم. نگاه کنید، مثل ما پر داری؟ تو یه کلاغی. نه 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 نه
پرای سیاه مرمرین تو رو خیلی قشنگ و جذاب کرده. چی گفتی؟ طاووس ها پرهای زیبایی مشکی قارقاری رو تحسین کردن. قارقاری نمیتونست باور کنه. پرهای تو خیلی قشنگن. تو میتونی با اونا توی آسمون حسابی اوج بگیری. ما به خاطر پرهای بلندمون فقط میتونیم یک کم بپریم. آرزومون اینه که بتونیم مثل تو بریم تو آسمون و آسمون رو لمس کنیم. ولی تو خانواده و دوستای کلاغ قشنگی تو ترک کردی اومدی اینجا تو فقط یه طاووس باشی؟ چقدر خجالت آوره. بابا برو خونتون. به خاطر چیزی که هستی خوشحال باش. سرانجام قارقاری به اشتباهاتش پی برد و به خونه برگشت. خب سلام خانم قارقاری. میدونم از دست من عصبانی هستین، حقمه، ولی من سعی کردم چیزی باشم که نیستم. به خاطر همینم خانواده و دوستامو از دست دادم. لطفاً منو ببخشین. یکم شیرنی آمبه میخوای؟ البته، حتماً. خسته شدم اینقدر که همش توت خوردم. از همه معذرت میخوام، ببخشید. من یه کلاغم. هرچقدرم پر طاووس روی خودم بذارم بازم کلاغ میمونم. خوش اومدی. با لباس پوشیدن مثل دیگرون، تقلید غذا خوردن و سبک زندگیشون مثل اونها نمیشیم و بهترین کار اینه که به خاطر چیزی که هستیم خوشحال باشیم، چون مهم نیست که چه کسی هستیم، چون این خود ما هستیم که نسبت به دیگران خاص و بهترینیم.